بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سنا بازم در خدمت شماست. ای پریزنتیشن یا لکچر در باره انوایرمنتال الکتریکال انجریز یا صدمات یا جروحات توسط برق گرفتگی می باشه و این قسمت اول یا پارت 1 است و در این قسمت به صورت عمومی در باره الکتریکال انجریز با شما صحبت میکنم. با در قسمت دوم و سوم با تفصیل درباره اعراض و علائم و تداوی الکتریکال انجریز با شما صحبت خواهد کرد. امید است که از این استفاده کرده بتانین. الکتریکال انجریز یا برق گرفتگی در جاهایی که برق موجود است اکثرا در شهرها تقریبا زیاد دیده میشه و تقریبا همیشه یک به شکل حادثوی یا اکسیدنتال واقع می شود و عموما قابل وقایه است. درباره فیزیک برق باید به صورت خلاصه گفته شود که برق یا الکتریسیتی عبارت از جریان الکترون ها از یک نقطه که غلظت از الکترون ها زیاد است به نقطه دیگه که غلظت الکترون ها کمتر است می باشه و جریان برق یا الکتریکال کارنت عبارت از حجم یا تعداد مجموعی الکترون هایی است که از یک نقطه به نقطه دیگه در هر ثانیه جریان میکنه و ای به امپیر البته اندازه میشه. قراره که شما میدانین دو قسم برق موجود است که یکی AC که alternating current است و دیگر DC یا direct current است. در برق AC که معمولا برق استاندارد است که در خانه ها شما میبینین دایرکشن یا سمت جریان الکترون ها البته به صورت مکرر تغییر میکنه و در هر ثانیه 60 مرتبه در برقی که در خانه ها موجود است البته ای جریان الکترون ها را سمتش از یک طرف به دیگر طرف تغییر میکنه، مگر در برق دی سی یا دایرکت کرنت ای جریان همیشه به یک طرف است و ای تغییر نمیکنه. و برق دی سی اکثرا در بیتری و ریلوی تراکس و سیستم برق موتر و همی قسم در الماسک البته دیده میشه. کلاسیفیکیشن الکتریکال انجری یایی که به اساس ولتیج برق میشه یایی که به اساس اعراض و علائم کلینیکی میشه و به اساس ولتیج البته یایی که های ولتیج انجری است او در صورتی واقع میشه و که ولتیج برق از 1000 ولت اضافه تر باشه که زیادتر در لینای خیلی بزرگ دیده می شود که ای البته از 100,000 ولت اندازه برق ازی البته اضافه تر است و دیگر لو ولتیج انجری است که از 1,000 ولت البته کمتر است که عموما برقای است که در یا لینای برقی که در خانه وجود داره یا ای که 110 ولت می باشه که اکثرا در امریکا مروج است و یا ای که 220 ولت می باشه که در اروپا و ممالک آسیایی مروج است. و دیگه لایتنینگ استرایک است که او ولتیج البته از 10 میلیون ولت اضافه تر می باشه. به اساس اعراض کلینیکی الکتریکال انجریز البته به 4 کلاس تقسیم میشه. یکی کلاسیکال انجری پترن است که
بدن انسان یا قسمت وجود انسان مو پارت سرکت یا جریان برق میشه که ای exit wound و entrance wound داشته باشه، یعنی که برق از یک قسمت داخل میشه و از قسمت دیگه وجود خارج میشه. مثلا ایچ از یک دست داخل میشه، دست دیگه خارج میشه. The classical pattern injury وقتی که exit wound و entrance wound ما میبینیم، ما نمیفهمیم که چقدر صدمه به داخل وجود رسیده که از اینجا برق داخل میشه و از اینجا خارج میشه. شاید که صدمه خیلی کمتر باشه یا یک صدمه به داخل وجود بسیار زیاد باشه. ما ایرا از روی جرحه سطحی جلد که exit wound و entrance wound است از او ما فهمیده نمیتونیم. Now دوم electrical injury البته flash or arc burn یا سوختگی توسط جرقه برق است که وقتی که جرقه برق با جلد تماس میکنه سبب سوختن جلد میشه، مگر داخل جلد جریان برق نمیشه. و دیگه flame injury است که به اثر جرقه آتش البته به وجود می آید و این سبب سوختگی لباس میشه و این بالاخره سبب سوختگی جلد میشه، مگر خود کرنت یا جریان برق داخل وجود نمیشه. دیگه نوع الکتریکال انجری البته لایتنینگ انجری یا صدمه یا جرحه توسط الماسک است که این البته قسمی که پیشتر گفتم دی سی کرنت است و از دوم سی یک ثانیه تا یک هزارم سی یک ثانیه این جرقه البته دوام میکنه و قسمی که پیشتر گفتم ولتیج از این البته از 10 میلیون ولت اضافه تر میباشه. لایتنینگ یا الماسک البته درجه حرارت به داخل جرقه الماسک در ظرف میلی سکند به 30,000 کالوین که تقریبا 5 مرتبه از حرارت داخل آفتاب که اضافه تر است به میرسه و این همی قسم سبب یک شاک ویو میشه که سبب گرم ساختن حرارت هوای اطراف ازی میشه و سبب سوختن جلد میشه و می قسمی شاک ویو وقتی که با وجود تماس میکنه البته با وجود ضربه میزنه و سبب مکانیکال تروما میشه. لایتنینگ انجری یا صدمه توسط الماسک البته 1% کمتر الکتریکال انجری البته تشکیل میده. دیگه الکتریکال انجری توسط الکتریکال وپنز یا تیزر است که در اواخر از زیاد استفاده میشه و مگر جروحات زیاد یا سیریس انجریز توسط تیزر البته بسیار به ندرت دیده میشه. تیزر البته یک جرقه بسیار دردناک به جلد وجود وارد میکنه که عضلات مریض یا شخص البته به تشنج که کنترل کرده نمیتونه او را گرفتار میشه به صورت موقتی و به صورت عمومی البته ای سیف است و کدام خطر برای بعدی برای صحت مریض اکثرا نداره. درباره مکانیزم آف انجری باید بگویم که برق گرفتگی که سبب تخریب نسج و یا اختلاطات اعضای داخلی میشه البته به 3 نوع صورت میگیره که یکی دایرکت افکت است که
به اثر تاثیر برق یا کرنت برق به وجود وارد میشه، یا ای که به خاطر تبدیل شدن الکتریکال انرژی به ترمال انرژی است که یعنی به اثر حرارت زیادی که تولید میشه و سبب سوختگی جلد یا یک عضو میشه، و یا ای که بلانت میکانیکال انجری برای مریض رخ میده، مثلا بعد از برق گرفتگی یا الماسک وقتی که میزنه یک نفر تشنج عضلات رخ میده، و یا ای که یک نفر میفته و یک تکلیف دیگه پرش پیدا میشه، پایش میشکنه، سرش میشکنه به خاطر برق گرفتگی. امید است که از این پریزنتیشن استفاده کرده بتانین. و ای پایان قسمت اول یا پارت 1 می باشه، و در قسمت دوم و سوم البته بر شما درباره اعراض و علائم و کامپلیکیشن ها و تداوی الکتریکال انجری با شما صحبت خواهد کردم. تشکر از توجهتون.